سلام دوستان به کلاس درس خوش اومدید خب ما توی ویدئوهای قبلیمون در مورد مکانیک کوانتومی یه سری از مفاهیم بنیادی مکانیک کوانتومی رو به صورت خیلی کلی و گذرا بدون اینکه وارد جزئیات زیاد بشیم دیدیم از این ویدیو میخوایم کم کم شروع بکنیم و یه سری مسئله های مکانیک کوانتومی رو به صورت کامل تر با هم بررسی بکنیم خب اولین چیزی که توی مکانیک کوانتومی باید یاد بگیریم این استش که ما گفت گفتیم که تمامی مشخصاتی که ما از یک ذره میخوایم مثل مکان متوسطش، تکانه متوسطش، سرعت متوسطش و هر چیز دیگه ای که قابل اندازه گیری باشه برای یک ذره با دونستن تابع موج اون ذره ما میتونیم به دستشون بیاریم. پس ما گفتیم یک تابع موج داریم توی مکانیک کوانتومی و یه جورایی همه چیز ذرهمون رو این تابع موج که با ساینشونش میدیم و اگر مثلا ذرمون توی یک بود فقط حرکت بکنه سای x و t هستش که هم تابع مکان ذره و هم تابع زمان هست به دست میاد خب برای اینکه تابع موج رو ما بتونیم پیدا بکنیم باید چکار بکنیم باید بتونیم معادله شرودینگر رو حل بکنیم خب یادآوری بکنیم به خودمون مادل شرودینگر چی بود؟ بود چی بود؟ آی در اچ بار در روند سای به روند تی یعنی مشتق جزئی تابع موجمون نسبت به زمان مساوی بود با چی؟ منفی اچ بار دو روی دو ام در دی دو ام روند دوی سای به روند ایکس دو به علاوه چی؟ به علاوه وی در سای که خب اچ بار که ثابت نرمالیز شده پلانک بود و وی هم چی بود؟ وی انرژی پتانسیل ذرمون بود انرژی پتانسیل ذرمون بود که خیلی وقتها برای راحت تر شدن ما به جای انرژی پتانسیل ممکنه فقط بگیم پتانسیل ذره پس هر وقت از این باید گفتیم پتانسیل ذره منظورمون این وی که انرژی پتانسیل ذره هستش خواهد بود خب در حالت کلی انرژی پتانسیل ذره اون هم تابع مکان هستش و هم تابع زمان یعنی وی خودش هم تابعیت مکان میتونه داشته باشه و هم زمان یعنی با زمان هم میتونه تغییر بکنه اما توی دسته زیادی از مسئله ها انرژی پتانسیلمون از قبل تعیین شده و وابستگی زمانی نداره مثلا فرض بکنید که ما میتونیم یک پتانسیل یه میدان الکتریکی رو به زرمون اعمال بکنیم که با زمان تغییر نمیکنه و اون وقت انرژی پتانسیلی هم که این ذره توش قرار داره درسته که با مکان میتونه تغییر بکنه ولی نسبت به زمان ثابت هستش پس این یک فرض خیلی ساده کننده هستش گرچه مسئله هایی میتونن وجود داشته باشن که توش انرژی پتانسیل تا به زمان هم باشه اما فعلا بیایید با حالت های ساده تر شروع بکنیم حل معادله شرودینگر پس یه فرض مهم که من اینجا با قرمز می نویسم. این هستش که فرض کنیم فرض کنیم که V مستقل از زمان باشه مستقل از زمان باشه این فرض خیلی به حل کردن معادله شرودینگر کمک میکنه یعنی در حقیقت حل کردنش رو یه مقدار زیادی ساده میکنه چرا؟ چون اگر این فرض برقرار باشه ما برای حل مون میتونیم از یک روشی به اسم جداسازی متغیرها استفاده بکنیم جدا سازی متغیرها که بحث اصلی امروزمون هستش و میخوایم ببینیم که جدا سازی متغیرها یعنی چی مفهوم جدا سازی متغیرها خیلی ساده هستش جدا سازی متغیرها میاد میگه که این تابع موج سای که ما داریم سای ایکس تی درسته که هم تابه مکان هستش هم تابع زمان ولی میشه به صورت این تابعیتش رو میشه به صورت یک تابع که فقط تابع مکان هستش مثلا سای کوچیک X زب در یک تابه که فقط تابع زمان هستش مثلا فیه تی نوشت خب دقت بکنید که این سایه اصلی رو من با حرف یونانی بزرگ نوشتم این یکی سای سای کوچیکه پس اینا دو تا چیز مختلف هستن پس تابع موج کلیمون میشه حاصل زر به یک تابه از مکان یعنی تابعیت مکانش رفته توی این تابع این مکان رو داره توی خودش و این یکی فی تابعیت زمان رو در خودش داره خب اگر این فرض رو بکنیم خیلی ساده میشه حل معادله شرودینگرمون اما قبل از اینکه وارد حل کردن معادله شرودینگر بشیم شما میتونید از من بپرسید که قبول ما فرض کردیم که پتانسیلمون مستقل از زمانه و تابعیت زمان نداره اما کی میگه که اگر این تابع موجمون رو به این صورت جدا سازی بکنیم و مثلا فرض بکنیم که حاصل ضرب یه تابع مکان در یه تابع زمان هست همه جواب های شرودینگر رو میتونیم به دست بیاریم ممکنه یک جوابی باشه که این پتانسیلش مستقل از زمان باشه اما باز هم تابع موج رو نشه توش جدا سازی کرد خب جواب من اینه که اولا سوال بسیار بسیار خوب و واردیه اما فعلا شما به من اعتماد کنید که جواب های معادله رو میشه به این شکل جدا سازی کرد بحثش یه خورده مفصله که چرا باید بشه اصلا یک جواب معادله دیفرانسیل رو به این شکل نوشت که حاصل ضربه تابع زمان در یک مکان باشه و برمیگرده به چیزی که بهش میگن نظریه معادلات دیفرانسیل که ما خیلی نمیخوایم اینجا وارد جزئیاتش بشیم خب پس فعلا فرض بکنیم که میشه تابع سایمون رو اینجوری جدا سازی کرد اما این جداسازی به چه دردی میخوره به این درد میخوره که بیاید با همدیگه مشتقات جزئی تابع سایمون رو اینجا حساب بکنیم مثلا روند سای بزرگ یعنی مشتق جزئیش نسبت به مکان اگر قابل جدا سازی باشه تابعمون برابر با چی میشه اگر از قاعده زنجیری توی مشتق استفاده بکنیم برابر میشه با از میخوام قاعده زنجیری نه اگر از مشتق حاصل به دو تابع استفاده بکنیم برابر میشه با این سای کوچیک که فقط تابعیت x داره مثل x ثابت میمونه و فقط دی فی به دی تی خواهیم داشت درسته پس دقت بکنید درسته که سمت چپمون یک مشتق پاره ای هستش اما سمت راست یک مشتق عادی رو داریم چون فی فقط تابعیت زمان داره و سای فقط تابعیت مکان داره عین همون مشتق جزئی سایمون نسبت به x چی میشه یعنی روند سای به روند x مساوی می شود با دی سای کوچیک به دی x ضرب در تابع فی تیمون درسته پس اینجا هم مشتق پاره نسبت به مکان به یک مشتق عادی تبدیل شد و مشتق دوم هم همینطور هستش چون توی معادله روندو سای بزرگ به رونده X2 داریم روندو سای بزرگ به رونده x دو برابر خواهد شد با دی دوی سای کوچیک به دی x دو ضرب در فیه تی. خب پس اولین چیز این بود که میبینیم با جدا سازی متغیرها مشتقات پاره ای ما به مشتقات عادی تبدیل میشن حالا بیاید این مشتقات پاره ای رو معادلشون رو جایگذاری کنیم توی معادله شرودینگرمون اگر این جایگذاری رو انجام بدیم معادله شرودینگرمون به این شکل در میاد آی اچ بار زب در خب به جای رونده سای بزرگ به رونده تی چی میذاریم؟ میذاریم سای کوچیک خب من تابعیت x سای کوچیک رو نمی, نمی سم ولی یادمون هست که تابع x ضبط داره دی فی به دی تی مساوی خواهد بود با منفی h بار دو روی دو ام در چی؟ در دی دوی سای کوچیک به دی ایکس دو دی دوی سای به دی ایکس دو, دو در فی به علاوه V در خود سای بزرگم که می شود سای کوچیک در فی درسته؟ خب این فعلا فقط جایگذاری کردیم مشتقات جزئی رو توی معادله شرودینگر حالا بیاید این معادله ای رو که داریم دو طرفش رو تقسیم بر دو طرف رو تقسیم کنیم به سای زب در فی دو طرف تقسیم بر سای کوچیک زب در فی میکنیم اگر این تقسیم رو انجام بدیم معادلهمون چی میشه نتیجه میگیریم که معادله خواهد بود آی اچ بار ضرب در یک روی فی چون تقسیم بر سای فی اگر بکنیم اینجا سای کوچیک ساده میشه یه یک فی هم میمونه دی فی و دی تی مساوی هستش با منفی اچ بار دو رو دو ام در یک روی سای دی دوی سای کوچیک به دی ایکس دو به علاوه وی خب حالا این معادله که ما انجام نوشتیم اولا که معادله همون معادله شرودینگر هست ما فقط یه خورده دستکاریش کردیم و به یه فرم جدید نوشتیم اما یه نکته خیلی خیلی جالب داره این معادله سمت چپ ها اگر نگاه بکنیم فقط فی داریم توش که فی هم تابع زمان بود یعنی سمت چپمون فقط تابع زمانه درسته تابع زمانه سمت راستمون چی؟ جمله اول که فقط سای داره توش که تابع مکان هستش و وی هم که فرض کردیم مستقل از زمان باشه یعنی یا یه ثابت یا تابعیت مکان فقط داره پس سمت راستمون تابع مکان هستش فقط یا تابع x هستش تابع مکان خب مکان منظورمون x زمان هم منظورمون تی هستش درسته خب حالا اینجا یه چیزی خیلی جالبه کنید یه تابعی از زمان مساوی شده با یک تابعی از مکان درسته خب من حالا ادعا می کنم که اگر این تصاوی برای همه زمان ها و همه مکان ها بخواد برقرار باشه یعنی به ازای همه مقادیر x و همه مقادیر t این معادله بخواد برقرار باشه سمت راست و چپش هر دو باید برابر با یک مقدار ثابت باشن چرا چون اگر برابر با یک مقدار ثابت نباشن سمت راست و چپ مثلا فرض کنیم که سمت راست بتونه با زمان تغییر بکنه اون وقت من میتونم تی رو عوض بکنم مقدار زمانم رو اون وقت سمت چپ معادلم عوض میشه ولی سمت راستش که تابعیت تی نداره عوض نمیشه اون وقت تصاوی به هم میخوره یا برعکسش فرض بکنیم که مثلا سمت راست معادلمون یه عدد ثابت نباشه اون وقت من میتونم x رو عوض بکنم و چون این تابعیت x داره مقدارش عوض میشه در صورتی که سمت چپ معادلمون عوض نمیشه چون تابعیت x نیست بنابراین اون وقت هم تصاوی به هم میخوره تنها حالتی که به ازای همه x و t ها این تصاوی میتونه برقرار باشه یا این معادله برقرار باشه حالتی هستش که هر دو طرف معادله مقدار ثابتی باشن پس باید هر دو طرفه معادله برابر با مقدار ثابتی باشند قبول دارین این البته گفته ای من خیلی هم بدیهی نیست به نظر من یه خورده خودتون راجع بهش فکر بکنید و اگر با حرف من قانع نشدید خودتون رو قانع بکنید که وقتی معادله ای داریم که یک سمتش فقط مثلا تابع تی هستش سمت دیگهش تابع X هستش هر تا باید مقدار ثابتی باشن و الا میشه یکی از x و تی رو تغییر داد اون وقت یه وره معادله عوض میشه و ور دیگه عوض نمیشه و تصاوی به هم میخوره خب این مقدار ثابتی که مستقل از مکان و زمان هستش اسمش رو بیاید با هم دیگه بذاریم ای ای بزرگ اسم دیگه هر, هر دوست داشتیم میتونیم بذاریم حالا ما میذاریم ای بعدا هم حالا میبینید که بی دلیل نبوده که این ای رو گذاشتیم اسمش رو حالا فعلا, فعلا فقط یه حرفه اسمش رو بذاریم ای خب وقتی دو طرف برابر مقدار ساعت ای باشن یعنی چی؟ یعنی اینکه سمت چپ باید مساوی با ای باشه یعنی باید داشته باشیم آی اچ بار آی اچ بار در یک فیوم در دی فی به دی تی باید مساوی با ای باشد خب که این معادله رو اگر دو طرف رو به فی ضرب کنیم و تقسیم بر آی بار بکنیم میشه به این شکل نوشتهش یعنی دی فی به دی تی باید مساوی باشد با منفی آی در ای که عدد ثابتمونه تقسیم بر اچبار در فی خب این یک معادله دورش هم خط بکشیم چون مهم هستش خیلی پس این یک معادلمون می شود و سمت راستمون هم اگر بخواد مساوی با ای باشه یعنی باید داشته باشیم منفی اچ بار دو رو دو ام در یک روی سای دی دو سای سای کوچیک البته به دی ایکس دو به علاوه وی باید مساوی با ای باشد این هم اگر دو طرفش رو توی سای ضرب بکنیم میشه به این شکل نوشتش منفی اچ بار دو روی دو ام دی دو سای به دی ایکس دو به علاوه وی در سای باید مساوی با ای در سای بشه درسته دو طرف رو توی سای ضرب کنیم این هم معادله دوممون خب دو تا نکته خیلی مهم اول اینکه ببینید ما از کجا شروع کردیم و به کجا رسیدیم از معادله شرودینگر که از ابتدا میدونستیم شروع کردیم فرض کردیم که انرژی پتانسیل مستقل از زمانه و گفتیم با این فرض میتونیم تابع سایمون رو جدا سازی بکنیم متغیرهاش رو و به صورت یک تابع مکان در یک تابع زمان بنویسیم و اون وقت اومدیم با معادله شرودینگر یه خورده بازی کردیم و دیدیم که تبدیل به دو تا معادله شد یک معادله که فقط توش فی و زمان رو داره و یک معادله دوم که فقط توش سای و مکان رو داره یعنی ما از یک معادله معادله دیفرانسیل پاره ای که حلش خیلی سخت بود شروع کردیم و به دو تا معادله دیفرانسیل عادی رسیدیم دقت کنیم که اینا هیچ کدوم مشتق جزئی توش ندارن مشتق عادی دارن و به خاطر این معادله دیفرانسیل عادی هن. که خواهیم دید حلشون خیلی خیلی ساده تر خواهد بود از یک معادله پاره ای پس ما میتونیم هر کدوم اینا رو جداگانه حل بکنیم شماره یک رو حل بکنیم و ازش فی رو به دست بیاریم شماره دو رو هم حل بکنیم ازش سای کوچیک رو به دست بیاریم بعد فی رو تو سای ضرب میکنیم و میشه تابع موج زرمون که هم تابع مکان و هم تابع زمان هستش خب این تکنیک جداسازی متغیر ها هستش یک نکته دیگه این که این معادله دو رو خیلی جاها ممکنه بهش بگن معادله شرودینگر مستقل از زمان معادله شرودینگر مستقل از زمان مدل شرودینگر در حقیقت معادله این بالا هستش اون چه که حقیقتا معادله شرودینگره اما بعد از این جدا سازی متغیرها و فرض که کردیم این معادله به دست میاد به عنوان یکی از دو تا معادله کتابیت زمان توش نداره و به همین جهت بعضی جاها اسم معادله شرودینگر مستقل از زمان رو به این میدن پس این اسم هم اگر جای شنیدید منظور این معادله شماره دو هستش خب تا همینجا فکر می‌کنم بحثمون خوب باشه برای این جلسه توی ویدئوهای بعدی صحبت خواهیم کرد که حالا این مادل های یک و دو رو چطور میتونیم حل بکنیم که فی و سای رو ازش به دست بیاریم و اون وقت اون فی و سایی که به دست میاریم چطور مشخصات مختلف ذره ما رو تعیین میکنن خب توی کلاس درس بعد میبینمتون خداحافظ